سازمان های هندو در ایالت هیماچال پرادش هند با راه اندازی کمپینی گسترده به تحریم اقتصادی مسلمانان پرداختند و با انتشار بروشورهایی از مردم خواستند تا از خرید کالا از مسلمانان و همکاری اقتصادی با آنها خودداری کنند. به گزارش که همکارم در این زمینه تهیه نموده توجه فرمایید. سازمان های راستگرای هندو در ایالت هیماچال پرادش هند اقدام به راه اندازی کمپین خانه به خانه برای تحریم اقتصادی مسلمانان کردند. به گزارش منابع خبری این کمپین که ابتدا علیه مسجد سانجولی در شهر شیملا شکل گرفت اکنون به سراسر ایالت گسترش یافته است. مسجد سانجولی که از مساجد مهم منطقه به شمار می رود در مرکز این تنش ها قرار دارد. گروه های هندو ادعا کردند که این مسجد غیرقانونی بوده و زمین آن متعلق به دولت است. هندوها همچنین با انتشار شایعاتی در رابطه با استفاده از مساجد برای پناه دادن به خارجی ها موجی از نفرت و تحریک جمعی علیه مسلمانان را به راه انداختند. در پی این اعتراضات سازمان های هندو با توزیع بروشورهایی از شهروندان هندو خواستند که از خرید کالا از مغازه های مسلمانان خودداری کنند و هیچ گونه همکاری اقتصادی با آنها نداشته باشند. در این بروشورها حتی از مردم خواستند که به خیاطان مسلمان برای دوخت لباس مراجعه نکنند و تمام نیازهای خود را از هندوها تامین کنند. این تحریم اقتصادی و نفرت پراکنی علیه مسلمانان بسیاری از مغازه‌داران مسلمان را مجبور به تعطیلی کسب و کار خود کرده است و پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای برای جامعه مسلمانان این ایالت به دنبال دارد. دولت ایالتی نیز در شرایطی که تنش‌ها بالا گرفته بر حقوق برابر همه شهروندان تاکید کرده، اما همچنان نگرانی ها از افزایش فشارها علیه مسلمانان ادامه دارد. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با دکتر ابراهیم روشندل، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن، و از او پرسیدم با توجه به تشدید تحریم اقتصادی و تنش های مذهبی علیه مسلمانان در ایالت هیماچال پرادش هند، به نظر شما جامعه بین المللی و کشورهای اسلامی چه اقداماتی می توانند برای مقابله با این ترویج نفرت و حمایت از حقوق مسلمانان انجام دهند؟ پاسخ دکتر ابراهیم روشندل را بشنویم. ضمن عرض سلام و تشکر از دعوتی که برای این برنامه انجام دادید، خدمت شما عرض کنم کشورهایی که تنوع مذهبی در اونها دیده میشه طبیعتاً ساختار تصمیم گیری ملی در این کشورها یک نظم منعطف گونه رو همواره دنبال میکنه که بتونه اون وحدت ملی و امنیت ملی رو حفظ بکنه. حضور مسلمانان در هند که ریشه طولانی داره و همواره جزء قطب‌های قدرت‌ساز در این کشور محسوب بوده، حداقل در لایه‌های اجتماعی، شاهد این هستیم که طی تقریبا بیش از یک دهه اخیر متاسفانه با توجه به سیاست‌گذاری‌های غلطی که از سوی نخست وزیر هند داره انجام میشه، متاسفانه سیاست‌های تبعیض‌گونه علیه مسلمانان رفته رفته بیشتر میشه. این سیاستی که الان و یا این رفتار غلطی که به نام تحریم اقتصادی علیه مسلمانان به دلیل بروز اختلاف بر سر یک مسجد و اراضی پیرامون اون صورت گرفته، این باعث خواهد شد که سیاست‌های رادیکال اگر از طرف دولت هند کنترل نشه شرایط رو به سمتی ببره که مسلمانان با توجه به این وضعیت تحریم به سیاست احتکار و جمع‌آوری آذوقه و امکاناتی که در اختیارشون به لحاظ اقتصادی هست رو بیارن و یک نظام کاستی جدیدی رو در هند با توجه به مختصات اقتصادی جدید ایجاد خواهد کرد. این به این معنی هستش که نگاه رادیکال روی تفکر اقتصادی اونها و فعالیت‌های اقتصادی مسلمانان اثر خواهد گذاشت و این باعث خواهد شد که نظم عمومی در داخل هند به هم بریزه. بنابراین
اون چه که در جامعه بین الملل ما میتونیم پیدا بکنیم اینه که انعکاس درستی از هویت و حقوق اصلی مسلمانان در نظام بین الملل تعریف بشه و دولت هند موظف به رعایت اون چارچوب ها باشه، به خاطر اینکه امنیت شهروندان نقطه بسیار مهم و تاثیرگذار در حفظ امنیت ملی است. بنده فکر میکنم که پیامدهای سیاست این سیاست اگر ادامه پیدا بکنه، پیامدهای ناگواری رو در آینده مناسبات اقتصادی در درون جامعه هند موجب خواهد شد و چه بسا میتونه زمینه‌های ایجاد یک تنش و تسری اون به سایر مناطق هند رو موجب بشه. لذا اعتقاد من بر این هستش که جامعه مسلمانان هند، اونهایی که در ایالت‌های دیگر هم هستند، بتونن نقش تاثیرگذار خودشون رو به نمایندگی از اون مسلمانانی که در اون ایالت مورد تحریم قرار گرفتن به خوبی ایفا بکنن و پیام روشنی رو به مقامات هند برسونن که ادامه این سیاست در صورت عدم کنترل میتونه بر کل فضای سیاسی و اجتماعی هند و اقتصادی هند تاثیرگذار باشه. خیلی ممنونم. با تشکر از دکتر ابراهیم روشندل، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن، که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.